سلام، من حسین چگنی هستم، دانشجوی پزشکی و مشاور تحصیلی. توی این ویدیو میخوام درباره این صحبت کنم که ما چجوری باید شروع بکنیم. ببین، موقعی که میخوای شروع بکنی قطعا میری تحقیق میکنی، مثلا خانواده میره تلویزیون رو باز میکنه میبینه فلان مؤسسه دارن صحبت میکنن، یا نه فلان مشاور مثلا من توی اینستاگرام اومده پست گذاشته. ببین، شروع کردن اینجوری نیست که بخوای بی‌نقص شروع بکنی. هیچکی نمیتونه بی‌نقص شروع کنه. توی کنکور خیلی وقتا بی‌نقص شروع کردن میتونه به ضرر تو باشه. منظورم چیه؟ ببین، روال درست اینه که تو بیای کتاب تست مناسب خودت رو پیدا بکنی، بعد روش‌های درست رو هم یاد بگیری و با ساعت مطالعه خوب شروع کنی به خوندن. قطعا اول کار ممکنه دچار سری مشکلات بشی که مسئله‌ای نیست، بعد از یکی دو هفته خودش راه میفته، به اصطلاح موتورت گرم میشه. زمانی که این مرحله گذر کردی ازش، وارد مراحل بعدی میشی. حالا باید تستتو تقویت کنی، سرعتتو تقویت کنی. این میشه یک شروع نرمال. حالا اگر ببینی متوجه مبحثی نمیشی، اینجا باید برگردی به خودت. آیا من دارم درست میخونم یا نه؟ چک کنی روش‌های مطالعه را از مشاوره مختلف بپرسی، ای توی اینترنت بگردی به هر دلیلی. زمانی که چک کردی و به یه روش مطالعه درست رسیدی، مثلا اینا چه رسیدی که نه روش مطالعه خیلی هم خوب بوده، اون موقع باید از منبعت سوال بپرسی آیا تو مناسب من هستی یا نه. خیلی وقت هست منابع واقعا درسنامه خوبی ندارن، مثلا از نظر من کتاب قلمچی درسنامه خوبی ندارن. خب باید نگاه بکنی آیا منبع آموزشیت خوب بوده یا نه. حالا به این نتیجه مثلا میرسه که آره خوب بوده و نیاز به تعویض کتاب نیست. حالا باید یه سال از خودت بپرسی مشکل من توی فهم مطالب بوده یا توی تستنی بوده. اگه مشکل توی تستنی بوده، این مشکل با کلاس رفتن حل نمیشه، با تمرین کردن حل میشه. اگه مشکل توی فهم مطالب بوده، اینجاست که تو نیاز به یک منبع آموزشی داری. حالا باید دوباره از خود سوال پرسی آیا من چقدر پول و چقدر وقت دارم. خیلی از منابع هستن رایگان در اختیار تو، منابع آموزشی DVD. خیلی از افراد هستن با تخفیف های خیلی خوبی اینا رو میفروشن. سایت آلا که کلا رایگانه و کلا حالا کلاس مجازی که نمیخوام ازشون اسم ببرم. حالا شاید می نتیجه برسه که من شخصیتم جوریه که سر کلاس بهتر یاد میگیرم، حضوری مثلا من بهتر یاد میگیرم، یا نه شخصیت جوریه که مثل خود من اصلا سر کلاس یاد نمیگیره، دوست داره خودش بره بخونه. اگه اینجوری هستی که بعد از DVD استفاده کنی، اگه نه از کلاس میتونی استفاده بکنی و حتما باید طرفو ببینی، برو کلاس حضوری. حالا اگه بخوای بری کلاس، نباید اینجوری باشه که بری مثلا توی مؤسسه کل کلاس ها رو ثبت نام بکنی. اصلا اینجوری نیست. باید ببینی دقیقاً کدوم مبحث، مثلا اگه فیزیک یه قسمت خاص ایراد داری، نباید بری کل فیزیک رو ثبت نام کنی تا آخر سال. نه، همون مبحث میری یک مبحث ثبت نام می‌کنی، میبینی آیا مناسب بوده برات یا نه. اون موقع تصمیم میگیری آیا میخوام ادامه بدم یا نه، مشکلم هر شد خودم میخوام برم مطالعه کنم. این میشه یک روند هوشمندانه برای کنکور سراسری. پس بدون، اگر مثلا الان میخوای شروع کنی و میخوای بری حالا کتاب تست های مختلفی بگیری، برای هر از چند تا کتاب تست بگیری، چند تا DVD بگیری، بری کل DVD های مؤثر شرکت بکنی و کاری از این دست، بدون سخت در اشتباهی. خیلی از کسایی که توی کنکور سراسری موفق نمیشن، از زیاد هزینه کردن موفق نمیشن. چون هزینه فقط پول نیست، هزینه زمان هم مهمه. امیدوارم موفق باشی و اگه مناسبت بود این ویدیو رو شیر کن برای اونایی که به دردشون میخوره. خدا نگهدارت.